سلام، امیدوارم که خوب و سلامت باشید در هر کجای این گیتی پهناور که هستید. دوستان عزیز، چند وقت پیش دکتر مهدی خزلی در تحلیل هفتگی خودشون که از تلویزیون دور تیوی پخش میشه به موضوع دیدار سرکار خانم فائزه هاشمی رفسنجانی با همبندی دوران زندان خودشون، یعنی سرکار خانم کمال‌آبادی که از شهروندان بهاییمون هستند، پرداختند و گفتند که این کار خانم فائزه هاشمی رفسنجانی کار بسیار شایسته و اسلامی بود. بعد از اون با بیان نقطه نظرات خودشون در ارتباط با بهاییت گفتند که با اینکه بهاییت رو قبول ندارند و ایرادهای کلی رو به بهاییت وارد میکنند، ولی بر این معتقدند که فضای جامعه باید به فضایی تبدیل بشه که هر کسی با هر عقیده، دیدگاه و نظری که داره بتونه آزادانه در کرسی‌های آزاداندیشی، مناظره‌ها و مباحثه‌ها شرکت کنه آزادانه و از نظرات و عقاید خودش دفاع کنه و اونا رو به بحث بذاره. بعد از اینکه برنامه آقای خزلی از تلویزیون دور تیوی پخش شد، ما نظرات بسیاری رو به خصوص از شهروندان بهاییمون دریافت کردیم. به همین دلیل در این برنامه از سرکار خانم سیمین فهندش، نماینده جامعه بهاییت در سازمان ملل متحد، دعوت کردیم تا مهمان ما در این برنامه باشند. خانم فهندش، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. سلام به شما و بینندگان شما و ممنونم که منو به برنامه‌تون دعوت کردید. خانم فهندش، همینطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، بعد از اینکه برنامه دکتر مهدی خزعلی تحلیل هفتگیشون از تلویزیون دور تیوی پخش شد، ما نظرات زیادی رو به خصوص از شهروندان بهایی دریافت کردیم و از ما خواستند که یکی از نمایندگان جامعه بهاییت رو به تلویزیون دور تیوی دعوت کنیم و نظرات نماینده جامعه بهاییت رو جویا بشیم. به همین دلیل از شما دعوت کردیم تا تو این برنامه شرکت کنید و نظرات شما رو دوست داریم در اولین پرسش در ارتباط با گفته های دکتر مهدی خزعلی جویا بشیم. بله، ببینید، مسئله ای که خب روشن شد با دیدار خانم هاشمی و خانم کمال‌آبادی به عنوان واقعا دو دوست این بود که تبلیغات ضد بهایی که در 37 سال گذشته در ایران نسبت به بهاییان انجام شده واقعا کار نکرده و الان جوی شده در ایران که حقوق بشر و حقوق انسانی هر فرد برای همه خیلی مهمه و این مهم نیست که عقیده آدم ها چی باشه، ولی این مهمه که به اونها به عنوان انسان احترام بگذاریم و حقوق بشرشون و حقوق شهروندیشون رو به اونها بدیم. و این در حقیقت این پیامی هم بود که به نظر من آقای خزلی سعی کردن به اون اشاره بکنن، به دلیل اینکه خب مسئله اینجا مسئله عقیده نیست، مسئله حق آزادی دین و عقیده هست که یکی از مهمترین مسائلی هست که سازمان ملل و مجامع بین‌المللی به اون میپردازن. و حرفی هم که خانم هاشمی سعی کرد، پیامی که ایشون هم سعی کرد به دیگران برسونه این بود که حرکتی که ایشون کردن این حقیقت حقوق بشری هست. پرسش بعدی من، خانم فهندش، برمیگرده به روابط هموطنانمون در ایران. امروز روابط هموطنانمون بسیار گسترده شده و اینکه من به صرف اینکه مسلمانم، بهاییم، مسیحیم یا هر دین و عقیده‌ای دارم میخوام روابطم رو محدود کنم با دیگران، دیگه یواش یواش از میان رفته. همه با هم روابطشون خیلی گسترده است. ولی از یک سوی دیگه هم خانم فهندش، ما شاهد اینیم که یک نیروی دیگه‌ای که زیادم نیستند ولی سعی دارند که با بهانه قرار دادن عقیده و دین ما بین هموطنانمون جدایی بندازن و اونها رو از هم دورتر کنند. میخواستم نظر شما رو در این ارتباط بدونم. بله، ببینید، جالب اینجاست که خیلی از این دوستی هایی که
به وجود اومده دوستی خانم هاشمی با خانم کمال آبادی، دوستی های دیگه با بین بهاییان و دیگر شهروندان در ایران، همه اینها یک جورایی در زندان شکل گرفته، به خاطر اینکه زندان جاییه که دیگه این مرزها وجود نداره، مرز بهایی بودن و مسلمان بودن و حالا تردید دیگه بودن اون دیگه مسئله نیست، جاییه که به تمام این گروه ها، به تمام این افراد یک جور به اونها بی‌عدالتی شده. و خب اونجا بود که خیلی از این دوستی هم بهی گفتم شکل گرفته. و همونطوری که شما هم الان فرمودین، خب توی 37 سال گذشته ایرانیا با هم دیگه هم کلاسی بودن، با هم دیگه همسایه بودن، با هم دیگه دوست شدن و فهمیدن که تبلیغاتی که بر علیه اونها بر علیه یکدیگر در رسانه‌های جمهوری اسلامی میشه درست نیست، و تونستن که خودشون با چشمای خودشون همدیگر رو ببینن و بشناسن و با همدیگه دوست بشن. خانم فندش، پرسش بعدیم رو اختصاص دادم باز به صحبت‌های دکتر مهدی خزلی و ایراداتی رو که هموطنان ما به صحبت‌های ایشون برای ما ارسال کردن. خب ایراداتی که گرفته شده از سوی هموطنانمون مبنی بر اینه که خب دکتر مهدی خزعلی در تلویزیون دور تیوی علنا بیان میکنند که بهائیت یک شاخه زاله است و ایشون ایرادات کلی رو بهش دارن. نظر شما رو در این ارتباط میخواستم بدونم. و از سوی دیگه نکته ای رو که توجه ما رو به خودش جلب میکنه اینه که دکتر مهدی خزعلی میگه با این که من بهاییت رو قبول ندارم، ولی فضای جامعه باید به یک فضایی تبدیل بشه که ما در این فضا صرف نظر از عقیدهی که داریم و نظرگاه هایی رو که داریم بتونیم آزادانه در کرسی های آزاداندیشی، مناظره ها و مباحثه ها شرکت کنیم، نظرات خودمون رو به بحث بذاریم، دلایل و مدارک خودمون رو بیاریم و این مباحثه ها آزادانه برگزار بشه و نباید اگر کسی دین و نظرگاه کسی دیگر رو قبول نداره باعث بشه که اون اشخاص، اون گروه از افراد در جامعه محدود بشن، به زندان برن یا اینکه روابطشون با یکدیگه قطع یا محدود بشه. میخواستم نظر شما رو در این ارتباط جویا بشم. بله، خب درسته این حرف. یعنی یک مسئله دیگه هم هست، اینه که با اینکه تبلیغات ضد بهائی هر روزه در ایران واقعا داره زیادتر و زیادتر میشه، در اینترنت، در تلویزیون، در رادیو، در روزنامه ها بیشتر و بیشتر میشه، اما تو 37 سال گذشته بهائی، جامعه بهائی و بهائیان در ایران حتی یک دقیقه فرصت نداشتن که بیان و از خودشون دفاع بکنن و یا حتی جوابی به اتهامات اشتباهی که بر علیه اونا داده میشه در رسانه ها صحبتی بکنن. و صحبتی هم که آقای از خزلی کردن شاید همین باشه، یعنی مسئله گفتمان هست، یک گفتمان شروع کردن هست بین همدیگه، صحبت کردن در مورد چیزهایی که خب شاید با همدیگه موافقیم، در مورد تفاوت هامون و اینکه بتونیم با همدیگه یک ایرانی بهتر بسازیم، یک ایرانی متحدتر، و بتونیم با همدیگه کار بکنیم با هدف ساختن ایرانی بهتر. و آخرین پرسش من خانم فندش از شما اینه که چرا جامعه بهائیت در مقابل این هجمه ها و حمله های گروه های تندرویی که توی ایران به جز عقیده و اون نظرگاه های خودشون هیچ چیز دیگر رو بر نمیتابند، در مقایسه با گروه های دیگه اصلا مقاومتی از خودشون نشون نمیدن، در حقیقت سکوت اختیار کردن، دلیل این چیه؟ ببینید، یکی از اصول مهم دیانت بهایی وحدت و صلح هست. وحدت و صلح در زمینه های مختلف، در دوستی ها، در خانواده، در کشور، در قاره و در دنیا. و بهاییان در ایران خب توی 37 سال گذشته مورد آزار اذیت های سیستماتیکی توسط جمهوری اسلامی قرار گرفتن و خب درسته که شاید به اون سبکی که ما معمولا میبینیم گروه های تضییع شده مبارزه میکنن مبارزه نکردن، ولی روش جامعه بهایی
در ایران مقاومت سازنده بوده و با اینکه خب بر علیه حکومت ایران کاری انجام ندادن، اما مقاومت کردن و از عقیده های خودشون کنار نگرفتن و هنوز هم سعی میکنن که با رفتارشون نشون بدن که واقعا مثل بقیه ایرانی ها در ایران، ایران رو دوست دارن و دوست دارن به عنوان یک انسان واقعا زندگی بکنن، درس بخونن، کار بکنن، شغل داشته باشن و بتونن با آبادی ایران کمک بکنن. خانم فرنده، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. خیلی ممنون از شما. همه شما بینندگان عزیز رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.